یه پیرزن رو کشت. نامردی بود. چرا به خودش نمیگی؟ میگم. خان گفت نذارین از پرچین رد شن. همین. چرا نمیری بگی؟ نمیشه باش حرف زد. هممون ترسیم. دوبار چشم باز کرد. آشیز کن. خورشید رفته دنبال گلنازار. انقدر بی‌انصاف نیستم که تو خودت داری میبینی. هرچی مربوط میشه به بهادر یه جاش لنگ. پرپر شدن این گلای معصوم به گردن کی؟ بردا چطور بگم؟ چطور بگم به جان بزن؟ چی بگم؟ بگم شوهرش پرپر شده را گفتن چیزی به تو نگم. دیشب گرگ زده به چادر گیسو. بیدار که شده دیده بچهش تو دهن گرگه. گرگ فرار میکنه ولی بچه از ترس مرده. جتا ببخش منو. برو دنبال بابات. یاران نباش. میره میشینه یه گوشه ظلم زنه به یه نقطه. سیفور پاشو. میرم الان. میرم الان. بابا بابا.
بابا بهادر نیست اینجا. خوبه؟ خوبه؟ خوشی 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 مرحبا. آفرین سیفور، حریف نداری تو سنگ قلاب. بهادر صدا کن بیاد. میهمان ما باشید. تنهاست بابا. خلوت کرده؟ چه خوب، ما همینو میخواییم. خودت بیرون باش. باشه. سلام. سلام مادر. بابا چطوره؟ بابا خوبه. کلامت پیروز رفتم پیشش.
منم راه ندادم. حالا مونده تا ریشت سفید بشه. دقیق طبق نقشه. حواست جمع کن. نگهبان علی ناز. چیه؟ باید با سرخو حرف بزنم. سرخو؟ آه. سردماغ نیست، حبس کرده خودش، حرفم نمیزنه با هیچ کس. برو یه وقت بیا که قبرق باشه. آه چه خبره؟ آه گل احمد. سرخو جواب چیه؟ جواب چی؟ پیشنهاد کت خدا؟ چی نهاد؟ یادم نمیاد. خب اگه میخوایی در خفا حرف بزنی بیا پایین با خودش صحبت کن، همینجاست. ما خفا نداریم، هر کی با من حرف داره بیاد همینجا. کت خدا؟ نه جوابت. جواب چی؟ کم حافظه شدی سرخو. چی میگی؟ گفتمت که جان پسند بهت میدم ولی به یه شرط. نه سر عقل اومدی، شرطت چیه؟ یادت نیست که گفتم شرط کشتنه؟ کشتن؟ کشتنه کی؟ باعث بانی این مصیبت. واضح بگو منظورت چی میگی؟ کی باید بکشم؟ بطرالله خان. چی؟ گفتم بطرالله خان. آدم بی وجود، میفهمی چی داری میگی؟ چه انتظار داری از من؟ من به خاطر یک زن به ولی نقمت خودم خیانت نمی کنم. جهان پسند مفت به چنگ نمیاد. اون وقتی که روزگار خوشت بود از این حرفا نمی زدی. حالا که دوچار نقص خود کرده شدی فتح الله خان مقصر می دونی؟ همینو بس. این حرف تو بوده سرخو؟ کسی که همچین حرف به سرخو بزنه سزاش مرگه. گریه کنید، شیون کنید، زاری کنید. چی به تو گفت تیر بندازی شپش ناب کنه؟ من فقط میخواستم بترسونمش برای اینکه زبون به دهن بگیره. مگه من خرم که به پدر زن آینده خودم تیر بندازم؟ دله یه دبنگ. باور کن خود زدی سر کرده، تیر من همیشه خطا میره. بپرس ازم قطارم. آخه من چی به تو بگم آروق بی خاصیت؟ تیر سرخو هیچ وقت خطا نمیره، برای همینه که مطمئنم کجا زدم کجا نزدم. ولی تیر علی ناز خطا میره، به خاطر همین مطمئنم من نزدم. ببندون دهنتو ریق باشی، ببندون دهنتو. اون وقتی که باید بزنی نمیزنی، اون وقتی که نباید بزنی درست میزنی وسط خال. برو گم شو. Thank you.
داشتی بابا. برو خب سرش باشی. اگه کت خدا بمیره شما زنده نمیمونی. کت خدا کاری نکرده بود که کسی که پیشنهاد کشتن خان کنه حقش همون مرگه. ساکت ساکت بیبی کتو بخون. بهادر بلند شو. شکر خدا بهادر سالمه، فقط تیر به بازوش خراش داده. خدا رو شکر. ولی ما دیدیم که تیر خورد به سینه‌اش. کجا؟ سینه‌اش. به سینه‌اش خوردش. خیلی خدا رحم کرده، ممکنم بود بمیره. حالا مواظب باشید، نگاه کنید. بی بی کتا عزادار، سیفور عزاداره. اگر طایفه با ما همراه باشه از این سرما و کشتار نجات پیدا میکنیم، بقیهش با خودتونه. ولی یار شروع کن، گریه کنین. آهای کت خدا، این خیلی خوب شد. این طرفم یه دونه بذارم، این خوبه اینجا؟ اجازه اینو بذارم رو خودش. آفرین. تمام؟ تمام. او حرف که بهادر زد سزاش مرگ بود. با این حساب اگه زدم من که نزدم باید سیلی بخورم. معلوم میشه سرخون نمیخواست بزنه. مگه نه نجات؟ حالا چطوری میخواد بره خواستگاری؟ هم زده شوهر جانپسند و کشته، هم پدرشو. چه معلوم کشته شده بهادر؟ راست میگی ها؟ بریم بپرسیم. اجازه بدیم بریم سر گوشی آب بدیم، گوسفندم نداریم. مراقبت کنین فقط، عزادارن. رو چشم. من که فکر میکنم نمیخواست بزنه. بیا با من. دارم یه سرکشی آماده باشید. کشتن پدره.
اگه بابام بمیره من میدونم و شما خدا من صبرتون بده انشالله عمرش به دنیا باشه بیایید بابا نباشی سلام سلام پوست میکنیم میدیم به خورده جماعت حروم مردار نه برای ما که گرفتاریم نخوریم میمیریم میبینم چال نمی کنید مردار رو میبینید به بهار نمیرسه که ما میمیریم اگه از گرسنگی هم نمیریم سرما میکشه ما رو یه مقدار هیزم و غذا به ما بدید بعد جبران میکنیم حتما خدا هیچ کس رو محتاج نکنه گدا به گدا رحمت به خدا ما خودمونم جیره بندی کردیم بیا برین رو چشم به سرخو میگم مجبور بودم چاره ای نداشتم بعیده تا بیارن اینا بهتر ما میرسیم به زندگیمون خان اگه اینا رو ببخشه مثلا خان غیر ممکن آخه این زن و بچه ها که گناهی خان ندار خان سرش نمیشه زن و بچه ما باید چی کار کنیم ما ماموریم و معذور خب چه خبر بعیده زنده بمونه روحش تو این دنیا نبود اصلا به جا نیورد نور بعضشون خیلی خرابه نه قضایی نه گوسفندی از ما انتظار داشتن کمکشون کنیم بدبختا مردار میخوردن بابا بطاب همه اینا رو بریم بخوام بگین چشم به تخت برید چشم پرچین قروق برقرار بازن به خاک سیاه نشستن بهادر چه میکنه؟ خیلی مغروره وقتی یکی میمیره بهادر چجوریه؟ ساکت فقط راه میره انگار که هیچی نشده خوبه برو چشم
اندازه تقسیم کنید به همه برسه. سرخو پرید رو اسب و رفت گرم سیر. بیا مادر، بیا نون روغن بخور. ممنون، تفنگ کشم تا رفت بساط کباب رو انداختن. خیلی سرده نه؟ همین امشب دیگه دست نمیده این فرصت. برو تفنگو برده بیار، به پیروز و کلامت هم خبر بده بیان. فقط همین دو نفر، هیچ کس نباید بفهمه که امشب از رخت خواب بلند شدم رفتم از چادر بیرون، به جز پیروز و کلامت. خانکشی اگر راه بیفته رحم نمی کنن به زن و مرد. ما هم که تفنگ نداریم. اگه بختیار باشه نقشه کلامت جواب بده، هیچ کس فکر نمی کنه کار من بوده. بهادر افتاده بود تو رخت خواب، به حال مرگ، کاری ازش ساخته نبود. این اول. دوم این که اگه آشوبی بشه شاید تایوه بتونه خودش از این مخمصه بکشه بیرون. شاید نه، باید. باید از این جهنم سرد بزنیم بیرون. باید راهی پیدا کنیم. حرف ساده میشه زد بیبی، ولی وقت عملش خیلی هم ساده نیست. وقتی بدونیم تا بهار دووم نمیاریم و همگی میمیریم ساده میشه کار. شک داری به بهادر؟ یعنی ممکنه دست دلش بلرزه؟ بله ممکنه. خان میخواد طایفه رو نابود کنه، کدام نمیاد. راه دیگه ای نداریم بهادر. ولی بذار یکی همرات بیاد. علی یار، مهران. مگه من مردم؟ نه یا الله. یا الله، این سفر مثل سفر مرگه، باید تنها باشی. بهای اون هرچی که هست فقط رو دوش خودته. ممکنه این سفر بازگشت نداشته باشه، یا باعث بشه کل طایفه بره زیر تیغ. ببخشید درست نبود جلو شما. همه میدونیم ولی به زبون نمیاریم. حتی این مصیبت از مردن تدریجی زیر سرما بهتره. کی باور میکنه این حرف از دهن کلامت بیاد؟ خب بریم پیروز. از پس این کار برمیام، اگر مثل همیشه یارو همراه هم باشی. ای تو بهادر، هیچ. Yeah.
سلام سرخو، با کی کار داری؟ با کی کار دارم این موقع شب؟ با خان دیگه. نمیتونم بیدار کنم خان رو این موقع شب. برو به خان بگو سرخو باید کار داره. برو صبر کن دوراب و خبرش کنم. برو به خان بگو. سلام. سرخو، این وقت شب؟ آخان حرف دارم. به من بگو حرفت. زدم بهادر رو. غلط کردی. زدی؟ شرط گذاشته بود برای من. چه شرطی؟ گفت دخترشو میده به من به شرط این که من خانو بزنم. منم خودشو زدم. برگرد برو برج. صبح به خان میگم تا تکلیفتو روشن کنه. برگرد. من امشب میرم به خونه خودم. شما برگردین برج. سجور اینجا چه میکنی؟ نمیذارم تنها بری. کتا تو رو فرستاد. برگرد. التماست میکنم. گفتم برگرد. بابا نمیذارم تنها بری. چی بگم؟ بریم. خودم باز میکنم. سلام خانم. سلام. بگو. برای سرخو شرط گذاشته بهادر. که چی؟ به شرطی دست جهان پسند رو میگذاره تو دست سرخو که سرخو خان رو بزنه. چی؟ چطور جرأت کرده؟ میگن بهادر عمدن شرط بزرگ گذاشته که سرخو از پسش بر نیاد. حتی سرخو تیر انداخته به بهادر که بترسه. بهادر رو ترس؟ اگر خان به مرگ نمی گرفت کار به اینجا نمی کشید. بدبختی اینه که از سرخو هر کاری برمیاد. اگه عصبانی نمیشین باید بگم از این حروم زاد. بس کن. دیشب اومده گرمسیر. سرخو؟
گوشت بده به من. به دوراب میگی من از تو خواستم. امروز تو همراه خان میری، سایه به سایه، لحظه ای ازش جدا نمیشی. فهمیدی؟ چشم خانم. سپردم خان رو به تو. با جانم حمایت میکنم از خان. که برای سرخو گذاشتم. این بهادر حاضر جون به ازرائیل بده، ولی دختر به سرخو نده. اینجا که بود قبول کرد سرخو رو راضی کنه، رفت وسط طایفه نظرش برگشت. سنگی جلوی سرخو گذاشته که توان برداشتنش نداشته باشه. این طایفه بهادر مثل خودش لجوج یک دنده است. بابت این یک دندگی باید تاوان بدن. جوجه را آخر پاییز میشمارن، طایفه پازن اول بهار. سرخوالش چطوره؟ دیروز غروب اومده بود گرم سیر. دیشب سرخو اومد قلعه دور، میخواست بگه بهادر رو با تیر زده. شما رو بیدار نکردیم. عجب. الان کجاست؟ رفته با مون خودشم. یه مدت دل مرده شده. بفرست دنبالش، با من بیاد شکار. چشم. کیسه باروتا رو بردی؟ بله خان، اینجاست. تو منطقه ما خانکشی، باید خیلی زود پیدا بشه این قاتل. معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ بگیری تفنگش. زخمش کاریه، دعا کن ببین. الان فقط دو نفر تفنگچی مونده تو برج. بهادر میگه صبح علی‌الطلوع شروع میکنی.